آمنه احساس درد داره. کنیز عبدالمطلب ام ایمن دوان دوان خبر زایمان آمنه را به عبدالمطلب میرسانه. عبدالمطلب دوان دوان به در کعبه میدوه و از الله متعال میخواهد که این فرزند را که خلیفه و جانشین عبدالله است صحیح و سالم به دنیا بیارد. شوقی فاضت شفتا للامتی قد کان منا. شب عجیب است در ارتباط به تولد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اگرچند علما اختلاف دارند که 28 صفر است یا 6 ربیع الاول است یا تاریخ های دیگه ذکر کردن، ولی اتفاق نظر به حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امین است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در سپیده دم روز دوشنبه به دنیا میاد و همچنان اتفاق دارند که گویا 12 ربیع الاول است. در ارتباط به ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، زمین زمان فخر بشریت ولادتش به تماشا نشسته اند. ملائکه ممکن در فوق آسمان ها سجده شکرانه به جای آورده باشند. الله متعال بشر مخصوصا اون جایی که میگه این جاعل فی الارض خلیفه، فرزند به دنیا میاد که مصداق این سخن الله متعال واقع میشود. اهریمن شیطان ابلیس از یک جهت خوشنود است که او خوشبخت است، چشمانش به دیدن پیامبر خاتم روشن میشه، و از جهت ناراحت است، تمام زحماتش نقش بر آب میشه. شیاطین، انس و جن، زمین آسمان همش به تماشا نشسته است. نادر مرد بیمانند تاریخ که صفحه تاریخ با ولادتش دور میخوره و قرار از بشر تا قیام قیامت جد و جد و سعی تلاش او را مدیون باشند و در روز آخرت لوای او را بلند کنند و چنین اسم وجودشان عظیم میبندند. آمنه درد داره. اگرچند سیره نویسان میگن ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی آسان و ساده بود. کسرای فارس قصرشان بلرزه در افتاده است و همچنان یهودیانی که سالیان متمادی منتظر این مولود بودند، چشمانشان آسمان ها سرگشته و ایران، جنونا و ستاره شناسی به این موارد ایمان و باور داشتند، سرگردان بود. گویا چشمان یهود و نصارا بر بالای کعبه ستاره نگرسته است و اون ستاره ولادت پیامبر خاتم است. نور تمام دیوارهای حجره آمنه را منقش ساخته است و سقفش تا ملأ الاعلا فرشتگان تولد این فرزند به تماشا نشستند. آمنه پاره از نور به آغوش میگیره و ام ایمن زمانی که وقت زمان ولادت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعدا حکایه میکنه اونجا حاضر بود، پاره از مهتاب به آغوش گرفت در حالی که در ابتدا راحت و آرام بود و گریه نمیکرد. با خود احساس کردم که مبادا طفل مرده تولد یافته است، ولی زمانی که به گریه شروع میکنه با صداها و گریه های پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و محمد زمین و زمان بلرزه در میاد و این پاره از خورشید و ماه را به آغوش آمنه میتن و آمنه سر او را بوسه میزنه. تمام هم و غم و درد از دست دادن شوهر فراموشش میشه و کنیز ابولهب نیست در داخل خانه که صهیبه نام داره، در داخل خانه آمنه است. او را با آغوش میگیره چون آمنه هنوز شیر نداره و به سینه خود میافشانه و تا کام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تر شود. بله، این مرد نادری تاریخ متولد میشه. به فردای آن روز به شکرانگی
این مولود عبدالمطلب سجده شکر به جا آورده و شتران ذبح میکنه و او را میگیره میگه اسم این محمد است. محمد اسم غریبی که در میان عرب ها ناآشنا بود، اصلا محمدی نبود در اون دوران، این اسم کمتر، اصلا ما در تاریخ نداریم که کسی اسمش محمد بوده باشه قبل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، مگر چند موردی که اختلافی است. و عبدالمطلب این فرزنده به آسمان بلند میکنه و می پروردگارا ما اسم از او را محمد گذاشتیم، محمد ستوده شده، ستایش کرده شده. روزهای را رسول الله صلی الله علیه و سلم در کانون خانوادگی آمنه و سر میبرد تا اینکه یک رسم بود و این رسم متداول بود، زنان از قبیله بنی سعد حرکت میکنن، یعنی به مکه مکرمه، فرزندان با خود ببرن و چیز عایدشان شود بابت اون اجورت شیردهیشان. در بین اینا یک زنی است به نام حلیمه سعدیه که از قبیله بنی سعد بود. در ارتباط به قبیله بنی سعد بگویم چرا مردم فرزندان خود به این قبیله تحویل میکردن؟ چون آب هوایی بسیار مناسب داشت و زبان عربی فصیح در اینجا گفتگو میشد و مردم به این زبان صحبت میکردن و گذشته از یک رسم بود، یک آیین بود، و اگر کس فرزند خود به این قبیله تحویل نمیداد یا به یک زن دایه تسلیم نمیکرد، دیگرا او را به چشم حقارت مینگرستن که این چگونه یک فامیلی است که فرزند خود نداده. و همچنان سیره نویسا نوشته میکنن، میگویند که بعد از تولد فرزند زن شوهر با چند سبای کوشش میکردن که آرام باشند و یا اینکه به سیاحت بپردازن، برند به چکر، زبان ساده تر بگن، از خود یک چند مدتی از شهر فرزند خود راحت باشن. ولی آمنه دوست نداشت که فرزندش محمد صلی الله علیه و سلم تسلیم دایه کنه. به هر صورت حلیمه سعدیه با شوهرش به سمت مکه مکرمه دارد حرکت است، با وجود که یک بز بسیار لاغر و یک الاغ دارد که بسیار با مشکل روانی به سمت مکه است. زنان دیگه زودتر به مکه میرسند و اون زنایی که فرزندانشان به دنیا آمده است با خود میبرند. فقط یک محمد صلی الله علیه وسلم در مکه باقی مانده است. حلیمه سعدیه زمانی که داخل مکه میشه میبینه که هیچ کس باقی نمونده، زنان دیگه همه طفلهای تازه تولد یافته یا نوزادها را با خودشان برده است، فقط یک خانه مانده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در آن سکنه است. حلیمه سعدیه جستجو میکنه، خبر میشه که پدر محمد از دنیا رفته است. دوست نداره که طفل را بگیره و شیردهی که در واقع پدر نداره و یتیم است، چون اونا میگفتن که چیزه از این خانواده آید آل ما واصل ما نمیشه. به هر صورت و از طرف دیگه چیزی که حلیمه را وادار به این میکنه که بیای محمد با خودش ببره، اون ننگ و آره است که بالاخره دست خالی به بین زنان دیگه در قبیله خود باز بگرده. با شوهرش حارث نام داره، با اون مشوره میکنه که چی کار کنه، آیا این فرزند یتیم با خودش برداره یا خیر. شوهرش میگه از دست خالی که بهتر است، یک چیزی اگر چند اندک بالاخره به دست ما خواهد آمد. اگر چند چیزی که مهمتر است فعلا به نزد ما اون ننگ است که زنان دیگه به دیده حقارت به تو خواهد دید که تو هیچ فرزند نصیب تو نشد، ایسید نشد. با دل خورا به خانه آمنه میه و دق الباب میکنه، خودش معرفی میکنه. عبدالمطلب دوست داره که فرزندش از فرزندان دیگه چیزی در زندگی کم نداشته باشه. چرا فرزندان دیگه در آب هوای مناسب، در جغرافیایی که مردم به زبان فصیح صحبت میکنن، در اوج نشو نما کنه و فرزند عبدالمطلب یا نوه‌اش در مکه که سر صداها و همچنان یک اقلیم آلوده بود و همچنان زبانها لهجه های مختلف در اونجا عجین بود،
چرا در اینجا نشو نمو کنه و گذشته از اون مردم به دیده ننگ به عبدالمطلب نگاه کنه که نتوانست فرزند خود یا شایب باتیشه بپردازد تا شیرده او را با خود ببره. بر صورت با حلیمه سعدیه توافق میکنه و این فرزند تازه تولدی یافته را به او تسلیم میکنه. آمنه دوست نداره فرزندش را ببره، چرا که او جانشین و او عامل زدوده شدن دردها و رنجهایی که از نبود شوهرش به دور رسیده است، او یک چنین یک عامل است. گذشته از این که هنوز آمنه نمیدانست که محمد فخر دو عالم است و قرار است که انقلاب در جو زمین به بار بیاره که تا قیام قیامت انسانها را واسه انقلاب رستگار می سازه. بر صورت آمنه چی خواسته چی ناخواسته فرزند خود تحویل حلیمه سعدیه میکنه. حلیمه سعدیه که از منزل آمنه بیرون میشه، یک بار نگاه میکنه که اون الاغی که بسیار به مشکل می آمد و دلیل بری شده بود که ناوقت برس از دگه زنا، بسیار چابک شده است. پستانهای اون بز یا بزغاله خیلی مملو از شیر است. با شوهر خود نگاه میکنه که این همه برکات مبادا که سر ده این فرزندک باشه، بیشتر اهتمام میکنه و توجه میکنه بر عیاشه و عبادت و همچنان به پرورش رسول الله صلی الله علیه و سلم. چنان این الاغ چابک و دونده شده است که اون زنان که قبلا حرکت کرده با اون میرسه. زنان در کمال تعجب به حلیمه نگاه میکنن که الاغ تو را چی شده، از مثل اسب دوان دوان ما را گیر کرد. و عجب از این بزغاله که این همه شیر وافر در پستانهایش سرازیر شده است. حلیمه رسول الله صلی الله علیه و سلم با فرزند خودش که عبدالله نام داره یک جای به پرورش میپردازه. در ارتباط به ای که یهود خبر شد از تولد پیامبر خاتم و پرداخته از خانه به خانه سینه نویسازیات نوشتن، حتی به در خانه حلیمه سعدیه میرسن و حلیمه سعدیه در اون سال زمینایش سمر زیاد دادم کشتکه کرده است و همچون برکات در نظام خانوادهش سرازیر شده است و خودش میدانه که همش از وجود این نوزاد است که او را به شیردهی گرفته است. حتی یهودی ها به در خانه حلیمه میرسن و حلیمه قضیه را بلکس به اونا توضیح میده که نه، این فرزند یک فرزندی است که قبل از تولدش پدرش از دنیا رفته، ما را از ناگزیری گرفتیم چنین چنان تا که جلب توجه نشه به اینا و به رسول الله صلی الله علیه وسلم اونا چون خبرشان که از بنی اسرائیل نیست، از بنی اسماعیل است، بالاخره گردن پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اون آوان طفولیت نزنن. عزیزان انشالله در برنامه بعد بازگشتاندن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با مکه مکرمه را صحبت میکنیم و وقایع مهمتر دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای دیدن کلیپ های بیشتر صفحه فیسبوک ما را لایک کنین، چینل یوتیوب ما سابسکرایب کنین و ما را در اینستاگرام فالو کنین و همچنان این کلیپ بعد از اینکه لایک کردین و با دوستانتان شریک کردین، در قسمت پایین این کلیپ نظریاتتان نیز با ما شریک بسازین. السلام علیکم.